می‌خوایم یاد بگیریم که چطوری میتونیم این کار رو با نرم افزار پاورپوینت انجام بدیم. برای انجام این کار از تب اینزد و قسمت شیپ ها از این شیپ مستطیلی استفاده میکنم برای که بخوام میله های کار رو رسم کنم و بعد میتونم روی شیپ هم راست کلیک کنم و فرمت شیپ رو بزنم و از گزینه گرادیانت استفاده کنم برای که بخوام یه تم گرادیانت به این میله بدم که حالا بسته به سلیقه خودتون میتونید یه تم گرادیانت رو براش انتخاب کنید و بعد از شیپ آوتلاین هم یه نو آوتلاین کلیک میکنم و بعد با کنترل سی کنترل وی زدن یه کپی دیگه از این میله میگیرم و بعد هر دو رو با هم انتخاب میکنم و از قسمت الاین لفت میزنم و بعد فاصله میله دوم و اول رو از هم کم میکنم تا کاملا مماس بشه و بعد مجددا از تب اینزد و قسمت شیپ های شیپ دیگه ای که روش سرکل هست انتخاب میکنم با نگه داشتن کلید شیفت یک دایره به این صورت رسم میکنم برای قسمت دستگیره کار و بعد میله دوم و شیپ هم رو انتخاب میکنم از قسمت الاین سنتر رو میزنم و یکم شیپ هم رو میبرم بالاتر تا در نیمه این دوتا شیپ قرار بگیره و بعد تنظیمات مربوط به فیل و آوتلاین شیپ هم رو انجام میدم و بعد مجدد از تب اینزد و قسمت شیپ ها و همین مستطیل رو انتخاب میکنم برای قسمت دستگیره کار و در اینجا قرار میدم و بعد روش راست کلیک میکنم و گزینه سنت تو بک رو میزنم و همینطور میتونم گزینه های فیل و آوتلاین رو تنظیم کنم و برای قسمت دست هم میتونید از سایت های مثل سایت فری پیک و فلت آیکون مثلا عبارتی مثل اوکی هند رو سرچ کنید. من مثلا برای این کارم از سایت فریپیک این مجموعه رو دانلود کردم و از این دست استفاده کردم که از تب اینزد قسمت پیکچر عکستون رو وارد میکنید و بعد میچرخونید تا به این حالت در بیاد و تو قسمت مربوط مماس با این خط قرار میدید و حالا از تب اینزد آخرین شیپمون رو رسم میکنیم، یه شیپ مستطیلی برای قسمت متنمون و بعد گزینه های فیل و آوتلاین رو هم برای این شیپمون تنظیم میکنیم و حتما باز روش راست کلیک میکنیم و گزینه سنت تو بک رو میزنیم و حالا فقط اضافه کردن تکس باکس مون که مجدد از تب اینزد قسمت تکس باکس میایم یه تکس باکس رسم میکنیم و متن خودمون رو تایپ میکنیم که من متنم رو از قبل که تایپ کردم کپی میکنم و تو این اسلاید قرار میدم و تنظیمات مربوط به متن رو اینجا انجام میدم و حتما دقت کنین که ارتفاع این شیپ شما که جای قرارگیری متنتون هست باید تا انتهای این شیپ های مستطیل باشه، یعنی دقیقا باید تا اینجا شما این ارتفاع رو تنظیم بکنید و حتما هم دقت کنین که این دو تا شیپ مستطیل باید رو باشه، پس هر دو رو با هم انتخاب میکنیم، راست کلیک میکنیم و از گزینه برینگ تو فرانت استفاده میکنیم. حالا بعد یه سری از شیپ ها رو با هم گروپ کنیم، یکی این تکس باکس و شیپ پشت سرش هست که هر دو رو با هم انتخاب میکنیم و با زدن کنترل جی هر دو رو گروه میکنیم. وقتی که رو قرار گرفت مجددا راست کلیک میکنیم و با گزینه سنت تو بک اونها رو به پشت همه شیپ ها منتقل میکنیم. حالا باید این مستطیل دومی و دستگیره و این حالت نخی که از اینجا آویزون هست رو با هم انتخاب کنیم و هر دو رو گروه کنیم. برای اینکه چند تا شیپ روی همدیگه قرار گرفته و انتخابشون کار سختی هست، حتما از گزینه سلکشن پن استفاده کنید و بعد این نخ رو و این شیپ رو و این شیپ دوم هر دو رو با هم انتخاب میکنم و با زدن کنترل جی هر دو رو با هم گروه میکنم، همینطور این متن و شیپ زیرینش رو. حالا باز مجدد دست رو فعال میکنم و نوبت انیمیشن دادن به المان های صفحه میشه که از قسمت انیمیشن اول انیمیشن مربوط به دست رو اعمال میکنم، از گزینه اد انیمیشن مور اینترنس افکت، گزینه های مثل رایز آپ فکر میکنم یا حالا فلوت آپ گزینه خوبی برای انیمیشن به دست باشه. گروه این شکل ها و دست رو هر دو رو با هم انتخاب میکنیم و بعد از قسمت اد انیمیشن این بار سراغ انیمیشن های مسیر میریم و گزینه داون رو انتخاب میکنیم و فقط دقت کنید که تو این حالت باید این انیمیشن دومی افتر پریویس انتخاب بشه و حالا باید انیمیشن های مسیر خودمون رو تنظیم کنیم که این انیمیشن دست و همینطور این انیمیشن نیله و این دستگیره باید تا پایان تا انتهای این جعبه متن حتما پایین بیاد که این تا نصفه ها این کار اتفاق افتاده که این مسیر رو انتخاب میکنید و انیمیشن رو به سمت پایین قرار میدید. همینطور انیمیشن دست هم باید تا انتها اجرا بشه، تا انتهای در واقع این دستگیره باید بیاد پایین و به این صورت این انیمیشن رو تنظیم میکنیم و حالا نوبت انیمیشن دادن به این متن و
شیپ زیرین هست که هر دو گروه رو انتخاب میکنم و از قسمت انیمیشن ها وایپ رو براش در نظر میگیرم در جهت بالا و گزینه وید پریوست رو براش انتخاب میکنم و دیوریشن این انیمیشن باید با دو تا انیمیشن قبلیش یکی باشه. دیوریشن رو تا انیمیشن قبلی 2 ثانیه بود که این انیمیشن رو هم روی 2 ثانیه تنظیم میکنم و حالا فقط مونده که ما به انیمیشن دستمون یا انیمیشن خروج بدیم. دست رو انتخاب میکنم و از قسمت اد انیمیشن مور اگزیت افکت یه افکت رو هم میتونم برای خروج دست انتخاب کنم و بعد این رو هم روی افتر پریوست تنظیم میکنم. بریم ببینیم که کارمون به چه صورت در اومد. با کلیک کردن دست ظاهر میشه و بعد انیمیشن اجرا میشه و بعدم دست خارج میشه از صفحه. به این صورت میتونید همچین کاری رو با نرم افزار پاورپوینت انجام بدین برای اینکه بخواید محتواهای متنی خودتون رو به صورت خلاقانه تری نمایش بدید. اگر این آموزش رو دوست داشتین میتونید برای دوستانتون هم ارسال بکنید. حتما باز هم بهتون پیشنهاد میکنم که این کار رو انجام بدین و اگر سوالی داشتین تو کامنت ازم بپرسین. شاد و رنگی باشین.